داستان زندگی شهباز. مادر کلان در حالی که عینک سفید به چشم داشت، تسبیح به یک دست و گلاس چای به دست دیگرش آرام نشسته بود. با هر دانه تسبیح که رد و بدل میکرد، اسمهای خداوند را میگرفت و ذکر میکرد. شهباز کنار پنجره چورتی نشسته بود. رنگش زرد پریده و حواسش پرت بود. برف دانه دانه میبارید و روی حولیشان سفید از برف شده بود. آبی که بالای بخاری برای دم کردن چای گذاشته بودند، میده میده میجوشید. مادر کلان با صدای گرفته صدا زد: شهباز جان، او جوش کده، پایین کو چای دم کن. شهباز با خستگی و کرختی از جایش برخاست و چای را دم کرد. بعد مادر کلان صدا زد: اینال بچم اینجا بیا که چند گفتنی دارم. مادر کلان گفت: بچم، روز به روز رنگ زرد و لاغر شده میری، نه کدام انگیزه برای زندگی داری، نه کار داری و نه هم درس میخوانی. ای خود زندگی نشد جان بیبی. عاشقی کار آدمای بیکار و بیروزگار است، کار جوانای است که دیگه برنامه و هدف در زندگی ندارند و لوچک هستند. پشت دخترای مردم هم میگیرن و چون میدانن که با آنها رسیدن نمیتونن، باز خود پیچ و تاب میتن که عاشق هستی. به خاطر که نه کار دارن و نه پول که برون از دختری که خوش دارن خواستگاری کنن. ببین شهباز جان، جان بیبی، اگه تو یک جای کار میکدی یا پنتون میرفتی، باز اونجا بود که مصروف میشودی و در فکر آباد کردن زندگی خود میبودی و در فکر عاشقی نمیبودی. مثل لوچک ها وری هر روز در سر کوچه شیشتی، اون دختر مقبول تیر شد و عاشق شدی. ای دیگه عشق نیست، ای لودگی است. تو با کدام جرأت عاشق یک دختر مقبول و سرمایه دار شدی؟ در چانته چی داری؟ نه درس خواندی که به خاطر درس خواندنت خانوادهش قبول کنه، نه کار میکنی و نه هم پول داری. ما هم خانواده غریب. ببین بچم، اکثر جوانای امروزی که عاشق میشن اینم تو لوده مثل تو واری هستن. بچم، آدم در سر کوچه و بازار یا پشت مکتب دخترانه عاشق نمیشه. باز عاشقی واقعی با یک بار دیدن و پسندیدن ظاهر نیست. وقت پسرها پول برای مراسم نامزدی و عروسی نداشته باشند، وقت خواسته های دختر را برآورده کردن نتانند و وقت مطمئن شوند که رسیدن با آن دختر کار آسان نیست، بازونه لوده لوده مثل تو بچه سگ عاشق میشن و هم خودا در غم میمونن هم خانواده خودا. بخست بشم دور شو که بیخی بدم آمده. تو باز برای خدا، ما و بابه خدا بیامرزت در دانشگاه کابل آشنا شدیم و در یک بورسیه برای تحصیلات مسکو رفتیم. خوب همدیگر را شناختیم. بعد از آن در کتابخانه پنتون بابیت مردانوار پیش روی دیگر همسنفیای خود از ما خواستگاری کرد. زندگی ما خیلی خوش بود. صاحب همه چیز بودیم. امی که پدر احمق تو جوان شد، بدبختی ما شروع شد. بدون ای که مادر تا بشناسه، اوتومات عاشق زیبایی ظاهری او شد. دارایی ما را به خوشگذرانی مصرف کرد. خانه قیمتی ما را که بابت در وزیر اکبر خان خریده بود، او را هم فروخت و پولش را گم و گور کرد. اون باز آخرش چی شد؟ از بس که مادر تو را جور داد، بالاخره به مرض سرطان گرفتار شد و مرد. مادر تو حتی یک سال صبر نکرد، وقت رفت و دیگه شوی کرد. تو را هم به من ماند. بچیم، کار پدرت تکرار نکو، برو کار کو، درس بخوان و زندگی خود جور کن. بچیم، اگه پشت یک دختر پدرکده کسی خواستگار بره، خانواده دختر میبینن که بچه تحصیلات داره، کار داره و اخلاقش چطوره. اگه تو تحصیلات میداشتی، کار میداشتی و پول میداشتی، خانواده دختر به می یک بار رفتن قبول میکرد. حال خوب بچیم، تو حتی کرایه رو را نداری که تا اونجا برم حداقل امرایشان گپ بزنم. اوف شهباز، سرم به درد آوردی. دیگه حوصله و تحمل دیوانگیت ندارم. اما یک دکان ماند از بابت که کرایه از او را خرچ و خوراک میکنیم. اما هم اگه از دست بره دیگه چی کنیم؟ حرفای مادر کلان ادامه داشت. شهباز نزدیک بخاری رفته بود و دراز کشیده بود و خوابش برده بود. دستهایش پشت گردنش تو تخته به پشت انداخته بود و خور میزد.
مادر کلان قرآن شریف را باز کرد و شروع به خواندن قرآن کرد و به حق شهباز دعا نمود تا خداوند او را براه نیک هدایت کند. دو ساعت بعد پای شهباز به بخاری داغ تماس گرفت و ورخطا از خواب پرید. هوا کم کم تاریک شده بود. شهباز گفت مادر کلان چی داریم که بخوریم؟ مادر کلان گفت بچه همسایه روبروی ما به خاطر چل پدرشان غذا پختن و خیرات کردن. برای ما هم یک بشقاب آوردن. اون در آشپزخانه است. بیبی اگه سرد شده گرمش کو بخور. شهباز گفت مادر کلان خودت نمیخوری؟ گفت نه بچه دلم نمیشه. فقط چای و نان میخورم. بعد صدا کرد که اول یک وضو بگی نماز تا بخون بعد نان بخور. شهباز هم به حرف مادر کلان گوش داد و وضو گرفت و نمازش را خواند. بعد از آن که غذایش را خورد، مادر کلان برش گفت که یک چای سبز الدار دم کن. شهباز ای کار را کرد و بعد مادر کلان باز هم شهباز را نزد خود صدا زد و به نصیحت کردن شروع نمود. گفت ببین جان بیبی، زندگی را جدی بگی، خود در ای عشق عاشقی نپیچان، همیشه واقعیت‌گرا باش، تخیل بافی نکو، آنچی واقعیت است بپذیر و برای تغییر آن تلاش کن. از اندیوالای لوچکت که دوروبرت هستن دوری کن. ببین شهباز بچه، رفیقان دوروبرت در ساختن شخصیت تو خیلی مؤثر است. اگه تو با 4 دانشمند رفیق باشی، دانشمند پنجم خودت هستی. اگه با 4 تاجر رفیق شوی، تاجر 4م خودت هستی. اما تو اگه با 2 لوچک رفیق شوی، لوچک 3م خودت هستی. دوستان دوروبر بسیار بالای شخصیت آدمی تأثیر داره. آخر همیشه یک آدم با دوستای دوروبرش قضاوت میکنن. حال تو ببین امو دوستت که یگان وقت خانه میاریش. چی نام داره امو؟ صمد. ما از امو قوارش میفهمم که چرس میزنه. اون او بچه رجب خان اندیوالت که ددوزی گیر آمد و حال بندی است. بچم عمق بگو که چند تا دوستای خوب داری. نامشان بگو. شهباز در حالی که سرش پایین بود با علامت تایید در برابر حرفهای مادر کلان سر خود را تکان میداد. مادر کلان گفت ببین بچیم، 2 سال است که مکتب را تمام کردی، نه پانتون رفتی و نه هم به خود کار پیدا کردی. زندگی خودتو نمیشه، خودت تکان بده بچیم، یک بار به هوش بیا. منتظر معجزه نباش، خودت معجزه ها خلق کن. شب گذشت و فردای آن مثل همیشه شهباز سر کوچه رفت تا دختر را که دوست داشت ببیند و امروز اظهار محبت کند. گویا حرفای مادر کلانش را از یاد برده است. مکتب دخترانه رخصت می شود. دختر زیباروی و بلند قامت از کوچه شهبازشان می گذرد. شهباز دنبالش می رود و در یک گوشه صدا می کند که نسرین جان ما عاشقت هستم. به خدا دیوانه‌ت هستم، دوستت دارم. یک بار آن دختر با عصبانیت روی خود دور می تن می گه او بچه لوچک، تو بارهاست که متوجه هستم سر کوچه مرا دنبال می کنی و نگاه های عجیب و غریب می کنی. تو از خود کاروبار نداری؟ که هر روز وقت از مکتب میایم تو را سر کوچه میبینم. امی تو لچک بگیرم در فرق خود بزنم. تو چی کار هستی؟ تو یک بار به سرواز خود و فامیل خود سعی کردی که پای خود از گلیم خود درستر کردی؟ تو میفهمی که ما کیستیم؟ او غریب بدبخت، اگه دیگه پشتم گرفته بودی باز هم به خانواده میگم هم به پلیس شکایت میکنم. برو احمق گم شو، نان خوردن ندارن، آمدی که عاشق هستم، خاک در سر تو کتی عاشقیت. بعد از توهین و تحقیر شدن شهباز تکان خورد و حرفهای مادر کلانش یادش آمد. با چشمانی که در آن اشک حلقه زده بود دوباره به خانه آمد. مادر کلان مصروف بافندگی بود. طرف شهباز دید، گفت چی شده جان بیبی؟ چرا غمگین تر از هر وقتی دیگر معلوم میشی؟ گفت هیچ مادر کلان، اما تو سرم درد میکنه. بعد رفت در گوشه اتاق کمپل را سرش کش کرد و به خواب رفت. بعد از بیدار شدن نزدیک مادر کلان آمد و گفت که بیبی جان، همه نصیحت هایی که کردی قبول دارم، پس حالا بگو که چی کنم، رای حل چیست؟ مادر کلان گفت آفرین بچیم، خوب سوال کردی. همیشه باید این سوال را از خود بکنیم که چی باید کرد. از خود سازی شروع کنیم بچیم. همیشه این جمله را در ذهن خود تکرار کن که من میتوانم. رفیقان نارفیق و نااهل را از دوروبر خود دور کن. اعتماد به نفس خود بالا ببر. شبها وقت خواب کن و صبحها زود از خواب بیدار شو. کار کردن عیب نیست، اما بیکاری و ناداری عیب است.
سر از فردا برو به خود کار پیدا کن. از طرف شب پنتون برو، یا از طرف روز پنتون برو، از طرف بعد از پیشین کار کن. جان بی بی، تو از قافله عقب ماندی، پس حالا باید تلاش تو نسبت به تلاش دیگران دوچند باشه. وقت خود با دوستایی که به درد نمیخورن سپری نکن. برای کارهای روزمره‌ات برنامه بچین. از نظر روحی خود را آرام کن، نماز بخون و از خداوند طلب هدایت کن. تا زمانی که صاحب کار و زندگی نشدی در فکر زن گرفتن و عروسی نباش. بعد از او کسی را به خاطر قلب و رفتار و کردارش انتخاب کن، نه به خاطر زیبایی ظاهریش. این کار زمان میگیره، اما باید تحمل کنی. شهباز پس از آن روز تصمیمی جدی میگیرد که تغییر کند. به یک دانشگاه خصوصی میرود که ثبت نام کند، اما پول برای ثبت نام ندارد. سپس میرود دفتر به دفتر و رستوران به رستوران تا کار پیدا کند. در یکی از رستوران های لوکس شهر نو کابل کار پیدا میکند. سرش به کار خم میشود و اعتماد به نفسش بیشتر. بی بی کلان وقتی میبیند که شهباز تغییر کرده است، براش میگوید بچه، ما یک مقدار پول پس انداز دارم، او را بگی و برو به پنتون ثبت نام کن. شهباز هم میرود و در بخش آیتی کمپیوتر ثبت نام میکند، چون به کارهای کمپیوتری علاقه فراوان داشت. با عشق و علاقه هم به پنتون میرود، هم در رستوران کار میکند. دو سال میگذرد و از چانسی خوب در یکی از انجوها به عنوان آیتی کار را شروع میکند. تا دو سال دیگر هم به پانتون می رود و هم در اینجو کار می کند. تا دو سال دیگر هم به پانتون می رود و هم در یکی از اینجوها کار می کند. بعد از ختم پانتون، یکی از دفاتر خارجی که با آن اینجو همکار بود، برای شهباز پیشنهاد معاش بلند می دهد. شهباز هم کار را با آن دفتر آغاز می کند با معاش خیلی زیاد. یک سال دیگر تلاش می کند و کار می کند. زندگیش رونق میگیرد و پولهایش را پسنداز میکند. در دفتر کارش با یک همکارش آشنا میشود. دختر صمیمی، با نزاکت و با استعداد. بعد از 6 ماه آشنایی آنها نامزاد میشود. اکنون شهباز با آن همکارش ازدواج کرده و صاحب 2 فرزند است. بی بی کلان را به حج برده و زندگی خیلی مرفه دارند. نصیحت های بی بی کلان و حرف های آن دختر شهباز را تکان داد و جرقه تغییر در او ایجاد کرد. این بود داستان واقعی زندگی شهباز. ممنون که بیننده و شنونده افغانستان ژورنال هستین. من رامش آرمان و همکارم نعیم شریفی همواره بهترین ها را تقدیم شما می کنیم. برنامه های ما را لایک کنید و کانال ما را سابسکرایب. افغانستان ژورنال، کانال محبوب شما.